به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هموطنان گرامی، بینندای عزیز، با تقدیم سلام و محبت از آلمان باز هم خدمت حضور شما هستم در برنامه افغانستان در مهراق حوادث. امروز پنجشنبه هست، 28 سنبله 1398 خورشیدی، مطابق 19 سپتامبر 2019 میلادی. چون این برنامه را کوتاه و مختصر خدمت حضور شما یک مقدمه می کنم و بعدا سه فیلم یا سه ویدیویی را که در این هفته در شبکه های مختلف جهانی داخل افغانستان صحبت های داشتیم پیرامون مطالب مختلف خدمت حضور شما پیشکش می کنم. قسمی که شما می دانین، بدبختانه و متاسفانه افغانستان در بدترین شرایط خود قرار داره، از نظر امنیتی، از نظر جنگ، از نظر کشتار. وحشت و دهشت در افغانستان به حوج خود رسیده. هم امروز همین لحظه که من این گزارش یا این برنامه را ثبت میکنم، در زابل به اثر انفجار و باز یک عملیات انتحاری حداقل 20 نفر به شهادت رسید و ده ها نفر هموطن دیگه ما زخمی شدند. دیروز در جلال‌آباد همین چیز صورت گرفت و روز پیشتر در کابل و پروان عملیات انفجاری و انتحاری بود که 44 نفر حداقل در این عملیات کشته شدن، شهید شدن و ده ها و صد ها هموطن ما زخمی شد. خلاصه در سر تا سر افغانستان، کابل و 11 ولایت دیگه از چند روز به این طرف بی‌برق است و فعلا گفته میشه که شاید دیروز یا دیشب شروع شده باشه به این که دوباره برق به کابل بیاید. به هر صورت بدبختانه متاسفانه در بود امنیتی، در بود اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که مطلقا در بحران هستیم. در بهبوی انتخابات ما میبینیم که بیباکانه و مغرورانه و بیشرمانه، تکرار میکنم بیشرمانه، متاسفانه دولت مردان فعلی مخصوصا جنای حرق و تیم دولت ساز با خاطر یک سازماندهی و مهندسی بسیار مفتزه انتخابات پیش رو کمپاین های انتخاباتی میکنند، سو استفاده ابزاری از امکانات دولتی میکنند. حتی دیروز در محوطه حرق آقای اشرف‌غنی و تیم دولت ساز متاسفانه به همکاری اداره امور که یک اداره یا یک ریاست مستقل هست که در چوکات دولت افغانستان فعالیت میکنه، متاسفانه در محوطه هر اداره امور مردم جمع کرد و بر تیم دولت ساز کمپاین کرد. روز پیشتر در محوطه نظامی در پروان همی کمپاین انتخاباتی بود و به مردم پول داده بودند که بعد از انفجار ده ها هموطن ما در حضور شبکه ها گفتند که به ما پول هم نرسید و جان خدا ما از دست دادیم و به حساب تعداد تلفات داشت. به هر صورتی افتضاحات جریان داره. تیم ما انتخاباتی متاسفانه در سردرگمی قرار دارن و ارگ و اشرف غنی و تیمش به شدت کار میکنه تا یک حکومت مطلق مستبدانه و انحصارگرایانه خود در افغانستان تحمیل کنه و سو استفاده کنه از این خلایی که در مذاکرات صلح ایجاد شد و در کشمکش هایی که هست، مخصوصا در ارتباط با مسائل ایران و امریکا، فعلا مسائل عربستان سعودی و خلاصه موضوع افغانستان میخواین استفاده کنن. در حالی که وزیر خارجه امریکا دیروز آقای پامپیو اخطار داد و هشدار داد که باید انتخابات افغانستان شفاف باشه و غیر از شفافیت انتخابات ما هیچ چیز نمیپذیریم، جهان متوجه افغانستان هست، ولی اشرف غنی چشم سفیدانه و بی‌باکانه میخواد استفاده کنه. از مناظره انتخاباتی هفته گذشته به شکلی فرار کرد که واقعا جای شرمندگی بود. هیچ در هیچ نظام دموکراسی و نظام هایی که مردم سالار باشه و پاسخگو باشه و مردم خود، در هیچ مناظره انتخاباتی در جهان اتفاق نفتاده که نفری که به حساب خود را نفر اول در کاندیدهای انتخاباتی میگه او از مناظره صرف نظر کنه و در لحظه 99 دقیقه 90 به اصطلاح. به هر صورت ما این افتضاحات دیدیم و پیرامون از این در می صحبت هایی که با شبکه های جهانی آریانا نیوز و همچنان خورشید در کابل داشتم، من سه ویدیو را خدمت حضور شما پیشکش میکنم. بدبختانه و متاسفانه کشور ما، وطن ما، مردم ما در بحران است، در حالت بسیار رقتبار قرار داره و این رسالت و مسئولیت ستارگ ملی ما هست که از هر وسیله، از هر طریق پیام و صدا و فریاد ملت خود باشیم. گرچه که در حدود 6 میلیون هموطن ما در خارج زندگی میکنند و حق رای ندارند، ولی ما درد ما، احساس ما و درک ما از اوضاع همی هست که ما
متاسفانه ملت ما و مردم ما باز هم در آتش می سوزه. جنگ شدت پیدا کرده، طالب ها جنایت می کنند و از طرف دیگر دولت مردان فعلی مخصوصا حرب و اشرف غنی شدیداً به خاطر حفظ قدرت خود و بست و توسعه از او پایه‌های قدرت و ثروت و نفوذ و شهرت خود متاسفانه بی‌دردانه بر ملت افغانستان حکم می‌رانند و سوء استفاده می‌کنند. به هر صورت متاسفانه نظام‌های استبدادی، نظام‌های فرد محور، کسانی که به حساب به ارتباط حفظ قدرت و تحکیم قدرت همیشه بر خود و بعداً برای فامیل های خود به حساب فکر کردن، متاسفانه در طول تاریخ باعث بدبختی ها و بربادی های ملت های خود شدن. ما شاهد هستیم در چندین کشور در همه عصر امروز ما دیکتاتورهای را داشتیم که بعد از 30-40 سال بر اساس یک کودتای نظامی بالاخره از بین رفتن. عمر البشیر در سودان، موگابی در افریقا و همچنان صدام حسین در عراق، قذافی در لیبیا و دها در مصر و در هر کشوری که شما ببینید، حتی در اروپای شرقی، حتی در اروپا، کشورهای اروپایی نظام‌های مستبد و دیکتاتورهایی بودند که بر اساس به حساب قیام‌های مردمی، مخالفت‌های مردمی و یا رستاخیزها و حتی کودتاهای نظامی بالاخره اونا از بین رفتند. متاسفانه بدبختانه کسانی که حتی در جهان امروزی میخواین انتخابات را مهندسی کنن و با زور و با تقلب بر گردهای ملت سوار شون، در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته و ملت ما که شاهد به حساب حضور و نفوذ و اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو هست به نام آوردن نظام دموکراسی و انتخابات، ما شاهد هستیم که انتخابات هر باری که صورت میگیره از انتخابات پیشتر کده مفتضی تر، رسواتر و به حساب سرافکندانه تر است. و متاسفانه انتخابات پارلمانی ما شاهد بودیم که در انتخابات پارلمانی چی گذشت بعد از 3 سال تأخیر و 7 ماه تأخیر در اعلانش، و امروز همو تیم و همو دولت و همو نظام و همو کسانی که انتخابات 2014 را تقلب کردن، انتخابات پارلمانی را تقلب کردن، امروز یک بار دیگه مصمم هستن که تا در انتخابات 98 اونا به حساب به زور و به قدرت خود با بی‌شرمی و بی‌حیایی در مقابل چشمان متحیر ملت و جهان تقلب کنن و یک بحران عظیم در جامعه خلق میکنن، بحران سیاسی، اجتماعی و متاسفانه و این جنجال های افغانستان به اندازه زیاد میسازه و میدان بر پاکستان و طالب سخت به حساب خالی میکنه که تا اونا هم به هدف خود برسن. اگر افغانستان به بحران بره، مشروعیت در افغانستان زیر سوال بره، شما باور کنید که میدان سیاسی و نظامی را طالب ها میبرن. به هر صورت ما برنامه را در اینجا خاتمه میبخشم و تا برنامه دیگه شما را به خداوند کریم رحیم سپارم و آرزو دارم که ویدیوهایی را که به تعقیب از این مقدمه بیننده باشین و نظرات خود را از هر طریقی که میشه به ما برسانین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام، برنامه انتخابات با محمد نصیر فیاض به اتفاق همکار میزبانی برنامه هستم. امشب میخوایم سر مناظره ها در نظام های دموکراتیک و نقش مناظره ها در نظام های دموکراتیک بحث کنیم، مخصوصا مناظره انتخاباتی که در رو مردم با پای صحبت ها میشینن، پرسش های خود مطرح میکنن، انتقاد های خود مطرح میکنن، از کارکرد های دیروز نماینده هایی که در درون حکومت است میپرسن و از کسایی که تازه وارد است از برنامه های از اونها میپرسن. اتفاقا دیشب ما یک مناظره داشتیم که در حدود 3 هفته تفاهم خیلی جدی و میتنگ های پشت پشت با هر دو تیم انتخاباتی داشتیم، چند تاریخ هم رد و بدل شد، تمام توافقا شده بود، اما در دقیقه 99.9 آقای غنی انصراف داد و به مناظره نامد و ای امروز سر و صدای خیلی گسترده را در رسانه اجتماعی، در رسانه بین المللی و در رسانه داخلی ایجاد کرد. تعداد آقای عبدالله را به بی برنامگی متهم کرد، تعداد آقای غنی را به فرار متهم کرد، اما ما بیشتر از چند هزار پرسش از نقطه نقطه افغانستان از دوستا گرفته بودیم و بیشترین پرسش ها متمرکز بود به کارکردهای 5 سال گذشته
دو شریک قدرت که از او پاسخ بدن که چی کردن و چقدر برنامه های 2014 یا تعهدات 2014 عملی شده بود و بر مبنای پاسخگویی به کارکردهای گذشته تا چی میزان برنامه های تکمیل کننده برای 5 سال آینده دارند. متاسفانه آقای غنی با توجه به عدم حضورش مجموعی امی روند را برهم زد و در 5 محوری که مجموعه پرسشا تهیه شده بود، حکومت داری خوب، بحث صلح که خیلی زیاد مهم بود، بحث جنگ که خیلی زیاد مهم بود، بحث سیاست خارجی و برنامه‌های اقتصادی، البته محورهای بحثی بود که ما 3 پرسش 4 پرسش در محور داشتیم و بحث‌هایی که در گذشته مرتبط بود بیشتر به 4 پرسش متمرکز بود. حالا بحث ما این است که عدم حضور آقای غنی با توجه به نقش مناظره ها در کشورهای دموکراتیک و مخصوصا در افغانستان چی تاثیر میتونه روی هواداران از یا روی کسایی که در تردد بودن و بیاین به یکی از اینا پیوند داشت، چقدر آقای عبدالله برنده ای مناظره بود و تا چی حد تانست که بیشتر اعمال نفوذ کنه در افکار عامه و تا چی حد ارگ ریاست جمهوری یک اشتباه استراتژیک بر عدم حضورش در مناظره دیشب داشت. مجموعه فاکتورها رو میخوایم بحث بکنیم. در بحث با ما جناب آقای سید احمد سیلا، عضو مجلس نماینده ها، آقای عبدالباقی سمندر، فعال جامعه مدنی، لاله حمیزه، عضو پیشین مجلس نماینده ها، محمد یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و آقای ویس ناصری، تحلیلگر سیاسی از آلمان با ما وصل خواهد شدن. اما قبل از او همکارای بخش خبری ما گزارش مرتبه دارن، گزارش میبینیم و سوی برمیدیم. ثانیه هایی که میلیون ها شهروند در داخل و بیرون از کشور در انتظار آن بود. همه آمادگی ها برای پاسخدهی و پاسخگیری از دو شریک قدرت و دو رقیب قدرت محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در آریانا نیوز گرفته شده بود. حتی محافظان ویژه رئیس جمهور غنی ساعت ها پیش وارد مرکز رسانه‌ای بیات شده بودند و قرار بود هر دو نامزد مطابق وعده از قبل داده شده در این مناظره شرکت کنند. اما در آخرین دقایق محمد اشرف غنی از شرکت در این مناظره انصراف داد و عبدالله عبدالله رقیبش این اقدام او را فرار جانانه توصیف کرد. در مناظره با ما استاد شده نمیتونه. در میدان رقابت هم شما میبینید. اولین گریزش است. گریز بعدیش هم شما بعد از انتخابات میبینید. به دنبال این اقدام شماری از اعضای رهبری دسته انتخاباتی آقای غنی که در تالار بنیاد رسانه‌ای بیات حضور داشتند، تالار را ترک کردند و حتی با پشتیبانان دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله درگیری لفظی نیز کردند. یک هفته مردم را منتظر ساختند. نشر اعلانات پیهم به خاطر راه اندازی این مناظره و همچنان به دلیل نزدیک شدن روز انتخابات، متاسفانه کار ریاست جمهوری و عدم حضور رئیس جمهور در این مناظره توجیه ناپذیر است. از سوی هم نهادهای حامی رسانه ها این اقدام محمد اشرف غنی را ارزش ندادن به آزادی بیان و پرسش های میلیون ها شهروند کشور می دانند که روزها انتظار این فرصت بودند. پس از بررسی مسئله کمیته فیصله خواهد کرد و این فیصله از آدرس کنفرانس مطبوعاتی با جامعه رسانه های افغانستان و جامعه رسانه های بین المللی که دیروز در این مناظره حضور داشتند همگانی خواهد شد. دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی در خبرنامه دلیل انصراف آقای غنی از این مناظره را فاقد برنامه بودن و بی‌مفهوم بودن مناظره با آقای عبدالله گفته است. چند روز پیش از برگزاری این برنامه، شاه حسین مرتضوی، یکی از مشاوران رئیس جمهور غنی، در صفحه فیسبوکش با کنایه نوشته بود که آقای عبدالله از این مناظره عقب نشینی خواهد کرد. تشکر برمیگردم به شما. با ما آقای ناصری است. البته اروپا یا یونان باستان در اوجه که مهد تمدن دموکراسی بود و آلمان، آقای ناصری در اوجه زندگی میکنه، همجز اروپا از کشورهای دموکراتیک است، در اوجه بیشتر نقش دموکراسی ها با اهمیت تر است و آقای ناصری با توجه به ارزش های نظام های دموکراتیک و تفسیر شما، برداشت شما با بازی های دموکراسی از طرف بازیگرا، بالاخره از رویکرد مناظره دیشب چی بود و در نهایت چی برداشت کردید؟ با عرض سلام و محبت و همچنان تشکر از شما آقای فیاض و سلام به میهمانان برنامه ملت شریف افغانستان، بیننده‌هایتان. باید بگویم که شهادت 44 نفر امروز در کابل و پروان
نشان دهنده واقعا اوج بحران در افغانستان است. ما تسلیت میگم به خانواده های شهدا و روح شهدا را به درگاه خداوند شاد میخواهیم. ملتی که همین لحظه پایتخت افغانستان 6 میلیونی برق ندارد و 11 ولایت افغانستان فاقد برق است. این دستاورد دولت آقای غنی هست و از عبدالله غنی. به هر صورت پیروزی از این مناظره دیشب رسانه های افغانستان بود، پیروز از این میدان آزادی بیان بود، کسانی که با دیکتاتوری و با عصبیت میخواین حکومت کنن از میدان فرار کردن و آقای غنی بازنده بود. در دموکراسی ها و در کشورهای دموکراتیک در مناظرات انتخاباتی اگر یکی از طرف های مناظره شامل از اون مناظره نمیشه و انصراف میکنه و مانند آقای غنی در دقیقه 90 ویدا میکنه، از انتخابات هم ویدا میکنه. در جوامی اینجا به حساب نمره میتن و کسی که مانند آقای غنی از صحبت، مناظره، سوال جواب به گفته خودش حسابگیری و حسابدهی فرار کنه. و آقای امرالله ساری یک وقت همه را به حساب هشدار داده بود که ما در رینگ هستیم، در رینگ بوکس هستیم، ولی هیچ کس داخل میدان نمیشه. ولی دیشب اینا ثابت کردن که خود از اینا از میدان فرار کردن. توهین به رسانه بود، توهین به آزادی بیان بود، توهین به ملت افغانستان بود. من برای شما به دقیق گفته میتونم که نه تنها 30 میلیون ملت شریف ما در داخل افغانستان، بلکه حداقل 6 میلیون هموطن شما که در خارج کشور است چشمایشان ناظر از این بود. در تمام جهان با وقتهای مختلف پیش از این برنامه نشسته بودند. حتی در اروپا، در آلمان من خبر دارم که بسیاری ها در ساعت 6 شام به خاطر دیدن این برنامه رخصت گرفته بودند و به خانه خود آمده بودند تا این برنامه را ببینند. همه ملت و همه هموطنانتان گفتید، دوستی که در میز برنامه گفت حتی کشورهای همسایه افغانستان شاید ناظر از این برنامه بود که باز چی میشه. برای آقای غنی بهترین چانس بود که میتونه صرفهای خود اگر گپی برای گفتن داشتن. و آقای دکتر عبدالله هم در اینجا با جرأت آمد و به حساب استاد شد. ولی نقص بخش دکتر صاحب عبداللهی بود که در این مدت زیر احساسات جوازی قرار گرفته بود که به حساب انتقاد کنه. اگر یکم از برنامه‌های خودم برای اندی افغانستان میگفت خوب بود. به هر صورت آقای فیاض با وجوده که دیشب برنامه برای نفتاد، پیروزی از ایره ما برای شما، برای شبکه آریانا افغانستان، برای شبکه های افغانستان، برای رسانه افغانستان تبریک میگم که شما تانستین. یکی از شعرهای بسیار زیبای حضرت حافظ است که میگه خوش بود گرمک تجربه هایت به میان، تا سیه رو شود هر که در او غش باشد. و گفتی آقای حافظ که میگه پارسا ما را مقمر خواند، والله بد نگفت، ما متای هر دو عالم را به یک دو باختیم. دیشب آقای غنی میدان مبارزات افغانستان، میدان به حساب مو گفتمان سیاسی افغانستان باخت و نشان داد که به رسانه، به آزادی بیان، برای سوال جواب ارزش نمیده. میخوای دیکتاتوری کنه، انحصار کنه. قبل از اینکه وقفه بریم، یک چرایی هم پشتر از این است. در ارتباط به این چرایی تفسیرهای خیلی متعدد است. آیا واقعا عدم برنامه آقای عبدالله و قول ارک دلیل عدم حضور آقای غنی بود یا نقطه های وحشتناکتر دیگه؟ ببینید وقتی که اینا تشریفات برای شما میفرستن، حتی غذای را که آقای حسنیار گفت، غذای را که آقای غنی میخورد، او را آورده بودن، همه چیز آماده بود. آقای غنی بسیار مشاورین بی‌دانش و مشاورین بسیار بی‌سواد و متملق داره. آقای غنی متاسفانه محصور است به کسانی که ایره فقط اکثر دیکتاتورهای جهان، اکثر دیکتاتورهایی که در افغانستان گذشته نظر به مشاورین که دور پیششان بوده، اینا را فکر کردن که شما حاکم افغانستان هستین و همه ملت به شما اطاعت میکنن. متاسفانه مشورت های غلط و قبول مشورت های غلط آقای غنی را برباد کرد. غنی شاید انسان تحصیل یافته باشه، ولی هیقدر خودخواهی و انحصار و امو تعصب چشم و گوش آقای غنی را کور کرده. و هیقدر مشاورین متملق داره که در دقیقه 90، یعنی اعلامیه را شما ببینید، اگر در خانه کسی دعوت میشین شما به او مجلس و میمونی نمیرین، یعنی توهین میکنین به او فامیل. و شما آقای فیاض دیروز در حضور میلیون ها وطنتان گفتین که ما از طریق یک اعلامیه که اینا صادر کردن، حتی همقدر ارزش برای شبکه نداد که تماس بگیرن مستقیم و بگوین که ما نمیاییم. یک ساعت پیشتر، دو ساعت پیشتر، چهار ساعت پیشتر نمیامدن، درست بود. اما ای که از طریق یک اعلامیه و او هم یک اعلامیه بی سر و پا که برنامه نداره. عبدالله دیروز برنامه ایش معلوم نبود، برنامه سی هفته پیش هم معلوم بود.
آقای غنی متاسفانه زیر تاثیر شدید مشاورین هست که او را به بیراهه میبرن و فکر میکنن انتخابات آینده را با تقلب و تخلف و بسیار زیاد تشکر آقای ناصری، بسیار تشکر، برمیگردم شما یک وقفه کوتاه زود برمیگردم. زنده باشین. بسیار زیاد تشکر. بس با آقای ناصری میخوایم جمع کنیم. آقای ناصری، حالا سنجش یا پیش بینی بعدی چی است؟ کتله از مردم هنوز نمیفهمند که کی تا چی حد توانمندی داره و هر نامزد به گونه تک تازانه میرن در مجالسی که خودشان جور میکنن صحبت میکنن و هر آن چیزی که فکر میکنن همو را میگن و دیگرها کف میزنن بدون از اینکه یک سنجش کلی بین 4-5 تا در مناظره باشه تا بعد از اون مردم محاسبه کنن که قوی است. چی پیش بینی برای رای دهنده افغانستان دارین با این وضعیت؟ متاسفانه گزارش را و یا نشست را که امروز اعضای کمیسیون انتخابات داشت و در اونجا آقای مولانا محمد عبدالله اعلان کرد که در دارالانشای ما اعضا و کسان کار میکنن مسئولیت دارن که غیر قانونی هستند و کارهایشان غیر قانونی است و تعینات را که به حساب اداره امور میکنه در اینجا در ارتباط با 10 روز انتخابات که هنوز پیش روی است ما شدیداً میگیم که دستبازی جریان داره و ما تشویش دارم. همچنان در ارتباط به پارلمان افغانستان امروز امو اداری را که آقای غنی ایجاد کرده به نام دولت در امور صلح گفت که غیر قانونی هست و 6 اداری را که آقای غنی ایجاد کرده همش غیر قانونی است. آقای غنی پابند به انتخابات نیست، پابند به رای مردم نیست و به زور و فشار و تقلب میخواهد که مانند 2014 انتخابات پیرو شوه و به حساب مهندسی کردن و اصلا آقای غنی ارزش برای رسانه فکر بکنین و... که فکر بکنین که رای دهنده های متردد هنوز هم بتانن یک مجرای را پیدا کنن که رای خود اوجه استعمال کنن یا هنوز هم نبود مناظره ها بین نامزد ها یک تردید کلی ایجاد کرده بین کسایی که متردد هستن؟ فعلا یک چانس وجود داره که تمام نامزدها و کاندیداهای دیگه که هستن رای خود را و به حساب تصمیم خود را بگیرن و یک مناظره و یا یک اتحاد اجماعی قوی را ایجاد کنند. آقای غنی با تمام امکانات را که دولت در دولت داره فعلا او را به کار گرفته و از امکانات دولتی برای تقلب بسیار وسیع و خطرناک توافق کار کنه برای جلوگیری از امتر یک بحران که خدای ناخواسته افغانستان به سوی تباهی و بربادی خواهد کشند و در اینجا برندی از میدان طالب ها خواهد بود. میتونن همه کاندیدها و نامزدها یک قربانی بزرگ بتن، یک تیم قوی را ایجاد کنن و با جامعه جهانی و کسانی که به حساب نظارت بر انتخابات ها میتونن کنن و پول بسیار زیاد تشکر اونا را هم در این کشتی با هم شریک شون و نگذارن که غنی تقلب کنه و الا هر و غنی تصمیم گرفته که 100% با تقلب پیروزی خود را به دست بیارن. دیر لند توقف تلاش های حکومت افغانستان برای صلح با گروه طالبان. در پی توافق گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان از سوی دونالد ترامپ، حکومت افغانستان نیز تلاش ها برای صلح را با گروه طالبان را متوقف کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری تاکید می کند که او کنون اولویت اصلی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و صلح به این دلیل تلاش ها در پیوند به صلح متوقف شده است. در این حال رئیس جمهور افغانستان آقای غنی نیز در یک گردمایی کمپاینی در ولایت کندهار گفت که پس از برگزاری انتخابات صلح را در اولویت قرار خواهد داد. از سوی دیگر هیئت مذاکره کننده گروه طالبان به روسیه رفته و همچنان با زمیر کابلو فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان دیدار کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که طالبان در سفرشان به مسکو گفتند که آماده هستند با گفتگوهایشان با واشنگتن ادامه بدهد. سهیل شاهین در یک گفتگو با شبکه الجزیره گفته است که توقف روند گفتگوها با ایالات متحده آمریکا از سوی دونالد ترامپ برای گروه طالبان نامنتظره بوده و این گروه را شگفت زده کرده است. گروه شاهین در این گفتگو نیز تاکید کرده است که طالبان آماده هستند تا با افغانها گفتگو کنند، با افغانهایی که به معنای واقعی از مردم افغانستان نمایندگی میکنند. سلام،
به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانانم آقایان محب الله صمیم، والی پیشین پکتیکا و تحلیلگر مسائل سیاسی آقای فضل الرحمن اوریا، آگاه امور سیاسی و همچنان آقای وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی از کشور آلمان از طریق خط اسکای با خود داره. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. سپاسگزارم. آقای ناصری، دید شما در پیوند به سفر هیئت طالبان به مسکو چی است در وضعیتی که مذاکرات در میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا پس از موقف گیری دونالد ترامپ به بنبست رفت؟ فکر میکنید که این سفر میتونه که همین گیری از این مشکل باز بکنه و یا هم میتونه که جنجال در افغانستان بیشتر بسازه و بیشتر طالبان از موقف روس ها بر علیه آمریکایی ها استفاده بکنه؟ با عرض سلام و معبد و اظهار سپاس و امتنان از شما آقای بابک و همه کارکنان عزیزتان در تلویزیون جهانی خورشید و سلام به میمانان برنامه و ملت شریف افغانستان بینندگانتان. باید عرض کنیم که جنگ افغانستان، میدان جنگ افغانستان یک جنگ نیابتی هست. متاسفانه طالب ها به نیابت هزگرا در میدان جنگ هستند و همچنان قسم که آقای اوریا گفت که دولت افغانستان کدام نقش در صلح و جنگ افغانستان نداره و ای امریکا و طالب هاست تعیین کننده جنگ و همچنان شاید قطع جنگ و مذاکره. متاسفانه دولت افغانستان یک دولت دست نشانده بوده و کدام اختیار از خود نداره و طالب ها هم در میدان جنگ افغانستان. در میدان جنگ فعلی افغانستان روس ها عملا و بسیار با قوت داخل دیپلماسی شدند و توانستند که برای چند بار مذاکرات با طالب ها و سیاسیون افغانستان در روسیه حداقل دو بار. اما در اوج تنش میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا فکر نمی کنید که سفر این گروه آیت مذاکره کننده گروه پرسش برانگیز است به مسکو؟ 100% به این که شروع کنه و مشروع کاری رکونا کردنی بود که رهبریت طالب ها را و کسانی که مذاکره کننده بود برای طالب ها اینا را از لست سیاه سازمان ملل متحد خارج کرد، خود امریکا و آقای خلیلزاد ترامپ. و امروز این هیئت ها اگر سفر می کنند و منوال امو هیئت رسمی و شناخته شده حرکت طالب ها از دوحه رفتن به مسکو و فردا یا پس فردا میگن به چین میرن، شاید هم به تهران برن، در همین زمانی که موضوع انتخابات از یک طرف مطرح است به خاطر سبوتاژ کردن انتخابات، طالب ها دیروز اعلان کردن که ما با افغان ها میتونیم مذاکره کنیم، یعنی اولویت باید مذاکره و صلح باشه زیر فشار قرار دادن دولت افغانستان. و از طرف دیگر به خاطر زیر فشار قرار دادن امریکا هیئت ها به مسکو میرن، به چین میرن و رقبای بزرگ امریکا در منطقه نمیگذاره که امریکا تصمیم بگیره که من برای 10 سال دیگه هم در افغانستان میمانم و این جنگ با خشونتی که هست ادامه میتونم و به اصطلاح در جنگ پیروزی به دست میارم. خب با توجه به اینکه شما گفتید که طالبان از رقبای اجازه به امریکا نمیتن که اونا در جنگ پیرو شوند، شما گفتید که طالبان از رقبای امریکا در منطقه بر علیه امریکا استفاده میکنه، اما فکر نمیکنید که این رقبای امریکا و بیشتر اکنون پناه بردن طالبان به رقبای امریکا برنامه هایی را که امریکایی ها در پیوند به توقف مذاکرات در برابر طالبان تنظیم کرده ایر به چالش رو برو بکنه؟ 100% موضوع قطع مذاکرات یک چیز هانی بوده، قسمه که آقای شاهین دیروز گفت که آقای خلیلزاد و آقای قماندان عمومی جنگ امریکا در افغانستان با ما نشسته بود میخندیدیم و در آخرین لحظات توافق بدیم که تویترهای آقای ترامپ آمد و همه ما را متعجب ساخت. یعنی سفر خلیلزاد و سفر به حساب رهبران نظامی امریکا به دوحه برای پایان به حساب مو یا امضای موافقت نامه بود، این تنها تصمیم شخصی فردی آقای ترامپ بود که مذاکرات قطع کنه و حتی با مشاور امنیت ملی خود هم درگیر شد و او را از کار سبکدوش ساخت. این موضوعات که به حساب امروز از رقابت روس و امریکا طالب ها استفاده میکنن، از رقابت امریکا و مثلا مخالفت هایی که با ایران است، امروز ما طالب های ایرانی داریم، طالب های روسی داریم، طالب های حتی چینایی داریم، پاکستانی داریم، خلاصه هر کشور بر خود طالب داره و طالب از منابع مختلف امروز تمویل میشه، هم مشروعیت سیاسی خود را میخواین داشته باشند که متاسفانه در 10 ماه مذاکرات مستقیم خلیلزاد با اینا بی مذاکرات مشروعیت به دست آوردن و با غرور و تبختر اونا اصلا حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نشدن و سیاسیون افغانستان هم دست به حساب دست بازی میکنه با اونا یا به بازی گرفته سیاسیون افغانستان و هر باری که بخواید اختلافات
در میان سیاسین افغانستان چاق بسازن، پاکستان و طالب از مذاکرات با بعض از ایالت‌ها و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی حرف می‌زنن. به هر صورت امروز در به خاطر استفاده از رقابت‌های روس و چین و دیگر کشورها با حتی ایران و پاکستان، طالب‌ها با هر طرف مذاکره می‌کنن، تمویل میشن، تجهیز میشن و جنگ با شدت ادامه میدن. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. سپاسگزارم. آقای ناصری، در پیوند به سفر هیئت مذاکره کننده طالبان به قطر، با توجه به این که خب آمریکایی ها ملاحظات جدی داشتند، این سفر بیشتر ناشی از این است که هنوز هم بین آمریکا و بین طالبان تماس های جریان داره، و یا هم واقعا آمریکایی ها قادر به این نبود تا هیئت مذاکره کننده طالبان را اجازانات تا از قطر بیرون شوند؟ ببینین، اگر شما توجه کنین به مناظرات انتخاباتی داخل امریکا، تمام کاندیدهای ریاست جمهوری از حزب دموکرات دیروز اعلان کردن که ما خواهان خروج هستیم. حتی یکی از اونها اعلان کرد که ما خواهان خروج بدون موافقه هم هستیم، ما دیگه نمیخوایم در افغانستان بجنگیم. با آقای جو بایدن گفت که افغانستان دفکتو یک کشور تجزیه شده است، یک کشور است که باید به اساس نظام فدرالیزم حمایت شود و پاکستان 3 ایالت ولایت افغانستان زیر کنترل خود دارد. به هر صورت وقتی آقای ترامپ زیر فشار شدید مبارزات انتخاباتی هست، از سوی دیگه هم در درون حزب خود مشکلات دارد و یکی از منزوی ترین سیاستمدارا یا رؤسای جمهور تاریخ امریکا دونالد ترامپ بوده، هم در داخل امریکا هم در خارج امریکا و بر رقابت‌های منطقوی هم شدت پیدا کرده. فعلا گفتمان جنگ جنگی هست، نه گفتمان سیاسی و صلح. و آقای ترامپ طالب ها را تا حال تحریم نکرده، ولی جنگ ها شدت اختیار کرده. دلیل عدم، یعنی به باور هستین که هنوز هم تماس ها بین طالب ها و تماس ها بین طالب ها و امریکا جریان داره؟ جلوگیری شده به خاطر از این مسئله فعلا مطرح نبوده که آقای ترامپ به او تصمیم گرفته نمیتونه، به خاطر که در درون دولت امریکا شوریدگی ایجاد شد. مشاور امنیت ملی جان بولتن از اخراج کرد از قصر سفید و فعلا آقای پامپیو هم گفته میشه که به خاطر مخالفتش با مذاکرات قطر شاید در حالت ازی باشه که او هم اخراج شود. و آقای دونالد ترامپ بسیار مشکلات داره. فعلا جنگ در افغانستان شدت اختیار کرده و روسا نه به خاطر آوردن سال و به خاطر آغاز مذاکرات، بلکه به خاطر تقویه شدید نظامی و سیاسی طالب ها در مقابل امریکا اقدام میکنند. یگانه چانسی را که روسا بعد از شکست خود در افغانستان به دست آوردن بر انتقام گیری از شکست تجاوز شوروی در افغانستان و مداخلات امریکا و حضور امریکا در او جنگ، امی است که باید امریکا در جنگ افغانستان شکست بخوره. ما شاهد رقابت های طبق اما آنچه که آقای اوریا آقای ناصری اشاره کردند که آنچه که آقای اوریا اشاره کردند که در مسئله صلح آمریکا، روسیه و چین به توافق رسیدن با هم؟ به هیچ وجه اینا به توافق نرسیدن. همه استقبال از هیئت طالب ها به معنی عزیز که امریکا را زیر فشار قرار بدن و بگن که اگر تو نمیخوای ما طالب ها را به رسمیت میشناسیم. متاسفانه روسا در قضیه افغانستان شدیداً مداخله میکنن، ایرانی ها مداخله میکنن و بدبختانه متاسفانه مثل که والی صاحب گفتن که در میدان جنگ افغانستان، جنگ نیابتی، ملت افغانستان کشته میشه. افتخار کشتار مردم افغانستان که من 10,000 کشتم و 1,000 کشتم و طالب بگه که من هر روز با ده ها انفجار انتحار میکنم و کشتم این ملت افغانستان. هر طرفی جنگی، چی دولت افغانستان است، چی طالب ها هست، چی داعش است، چی نیروهای نظامی امریکا است، متاسفانه مشغول کشتار ملت افغانستان هستند و امنیت در افغانستان برهم خورده. ولسوالی ها دست به دست میشه در حالتی که در سر تا سر افغانستان بی امنیتی و بی نظمی هست. من نمیدانم که نتیجه انتخابات که در روز بعد پیش روی است او چقدر میتونه شفاف باشه، قابل قبول باشه، در شرایط امنیتی چقدر واقعا بعد از انتخابات جنجال انتخاباتی باعث بحران در افغانستان نشه. ما متاسفانه هم در بود داخلی مشکلات داریم آقای بابک، هم در بود خارجی و دولت مردان افغانستان قادر به این نشدن که مشکلات افغانستان حداقل حل کنن. طور مثال همین یک مثال پوچک میتونم باز صحبت های خود ختم میکنم. بفرمایید. در همین فرصت که به یک چانس برای دولت مردان کنونی و برای سیاسین افغانستان ایجاد شد که موافقات قطر برهم خورد و یک چیز را سر از اینا تحمیل نکرد، شاید چند هفته چند ماه اینا یک چانس دارن. آیا آقای غنی تانست که یک اجماع بزرگ را از تمام رهبران سیاسی اعضا و نماینده های
قومی و مذهبی افغانستان، مخصوصا کاندیدهای انتخابات، یک اجماع بزرگ را چند صد نفره را دفتن در روز یک شنبه یا دوشنبه بعد از اعلان آقای ترامپ جمع میکرد و میگفت که ما شما باید اینال یک اجماع قوی را جور کنیم برای مذاکرات آینده، برای طرح گفتمان آینده، به خاطر که یک فرصت بود. ولی ما میبینیم که اینقدر اینا در اختلافات درونی مشغول هستند که وقتی رئیس جمهور یک امر صادر میکنه، رئیس اجرایه او را باطل اعلان میکنه. متاسفانه سیاسیون افغانستان در رویا زندگی میکنن و در حالت زندگی میکنن که افغانستان به بوران بردن و ما آینده افغانستان فعلا بسیار تاریک میبینیم. شما در مورد فشارها اشاره کردین که در داخل آمریکا هم مخالفین آقای ترامپ فشارها را بر افزایش داده و بیشتر بحث خروج مطرح میکنند. به با این باور هستین که یک بار دیگر با توجه به این فشارها دولت آمریکا به زودی مذاکرات آغاز بکنه، با توجه به اینکه طالبان هم گفته که ما حاضر هستیم با آمریکا مذاکره بکنیم و تصمیم دونالد ترامپ ما را شگفت زده ساختن؟ بله، من 100% به این باور هستم که آمریکا یک بار دیگر به پای مذاکرات میآید، همونطور که تا 10 ماه سیاسیون افغانستان، ملت افغانستان، مطبوعات افغانستان از محتوای مذاکرات بی خبر بود. همچنان آقای جان بولتن، مشاور امنیت ملی آقای ترامپ، که در قصر سفید 24 ساعت با او بود، گفت من اطلاع نداشتم که این مذاکرات چی بود، خلیلزاد از من پت کرده بود و همچنان من خبر نداشتم که رهبرهای طالب ها را در کم دیوی دعوت شده. خلاصه یک مذاکرات بسیار استخباراتی و مذاکرات محرمانه بود. من به این باور هستم که اگر سیاسین افغانستان، ملت افغانستان، مجموعه های داخلی افغانستان نجنبان، سر سرنوشت افغانستان امریکا باز مانند قطر وار یک بازی میکنه و یک چیزی را تحمیل میکنه. من یک مثال تاریخی فقط کوچک میتونم، وقتی جنگ ویتنام امریکا باخت، در 1973 قرارداد را در پاریس امضا کرد و نیروهای خود از ویتنام خارج ساخت، ولی 1.5 سال بعد از او هیچ نوع آتش بس میان ویتنام شمالی و جنوبی نبود و مو ویتکانگ ها تحت رهبری اویشیمن تانستن که ویتنام جنوبی را به حساب اشغال کنن و ابو نظام سوسیالیستی را بیارن و امریکا دویجه شکست خورد. همین بازی را در قطر بازی بود. هیچ نوع حرف راجع به آتش بس نبود، راجع به قتل جنگ نبود، بلکه دولت افغانستان، اردوی افغانستان، ملت افغانستان در میدان جنگ برای طالب ها امریکا اعلام کرده بود و این متاسفانه در تاریخ تکرار میشه. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. با توجه به شدت جنگ میان دو طرف، ادعای کشته شدن هزارها نفر میان طالبان و حکومت افغانستان، متوقف ساختن مذاکرات از سوی آمریکا، توقف مذاکرات، تلاش های صلح از سوی دولت افغانستان، سفر هیئت مذاکره کننده طالبان به قطر و مجموعه نگرانی هایی که مطرح و ایسو هم نزدیک شدن انتخابات افغانستان. اگر در پیوان به انتخابات سوال جنبندی مطرح شود که وضعیت حاکم بر روز برگزاری انتخابات چقدر تاثیر خواهد داشت و طالبان آیا خواهد گذاشت انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، با توجه به موضوع گیری تند حکومت افغانستان در پیوان به گروه طالبان و خرسندی بی‌نهایت زیاد حکومت افغانستان از توقف مذاکرات و اولویت دادن پروسه انتخابات؟ به عنوان پرسش آخر و جنبندی از هر سه میمانو میپرسم. آقای ناصری، در نخست شما بفرمایید. ببینین، وضعیت امنیتی در افغانستان به شدت وخیم است، بورانی هست و شکست مذاکرات امریکا با طالب ها و ایران به حساب ازی که ما در 4 روز 10,000 انسان کشته میاد، در 10 سال گذشته قد ضربه نزده بودیم به طالب ها که امروز زدیم. آقای غنی من حیث رئیس جمهور و من حیث کسی یک شخص سیاسی باید ایران کشتار مردم افغانستان میکنه و میگه من 1,000 نفر کشتم و 2,000 هم زخمی ساختم. این خودش گفتمان جنگی هست و متاسفانه در حالت گفتمان جنگی تدویر انتخابات با معضلات داخلی انتخابات و مسائل امنیتی من فکر میکنم یک چالش بزرگ است. و جنجال های انتخابات بعد از تدویر انتخابات شروع میشه و ما شاهد خواهیم بود که انتخابات فعلی متاسفانه بدبختانه نظر به ناتوانی دولت و کمیسیون های انتخابات و کشمکش های سیاسی میان سیاسیون افغانستان بدتر و مفتضح تر از انتخابات 2014 خواهد بود. متاسفانه امریکا اعلان جنگ کرده و طالب ها و پاکستان هم اعلان جنگ کردن، روس ها هم از اونها حمایت میکنن، در این میان ملت افغانستان برباد تمام میشه.
سپاسگزارم. تشکر آقای سمیم، بفرمایید شما. بسیار تشکر آقای اوریا، آقای سمیم و آقای وایس ناصری از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر می‌کنم از این تا برنامه بعد. خدا درود و وقتتان بخیر. به این انتخابات 98 خوش آمدید. دسته انتخاباتی دولتساز امروز کارزار انتخاباتیش را در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرد. شماری از دسته های مخالف اشرف غنی میگویند که این کار وی استفاده آشکار از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی است. در همین حال کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید که تخطی ها از سوی دسته انتخاباتی در زمان کارزارها را با جدیت بررسی میکنند. اما چگونه و تا کنون چگونه پیش رفته این بررسی ها؟ نه تنها شکایت هایی که از دسته انتخاباتی دولتساز شده، از سایر تکت های انتخاباتی چی؟ چند شکایت تا کنون ثبت شده و چه مواردی دقیقا اینجا مورد بحثند و به عنوان یک تخطی به حساب میرن؟ تلاش کردیم تا در این مورد از کمیسیون شکایت های انتخاباتی نماینده ای داشته باشیم. با تأسف که دوستان حاضر نشدند. در ادامه تکت انتخاباتی آقای حکمتیار نیز در دقیقه 90 یعنی 8:42 دقیقه آمدن به این برنامه را لغو کردند و یا حاضر به این برنامه نشدند. پس از گزارش روی این مهم صحبت خواهیم کرد. پیکارهای انتخاباتی در صحن کاخ ریاست جمهوری، ساحه به شدت محافظت شده یرک، مهماندار هزاران هواخواه اشرف غنی بود. روز چهارشنبه مهمانان دسته انتخاباتی دولتساز از راه اداره امور وارد صحن ریاست جمهوری از بهر مبارزات انتخاباتی شدند. ظاهرا این کارزار انتخاباتی در ارگ اداهای دسته های رقیب اشرف غنی را واقعیت بخشید. اینجا چهره های دولتی در زمان پیکار انتخاباتی دسته دولتساز هم به چشم می‌خورند. شبیه ما محمد وریماج، معین وزارت ترانسپورت: موږ ډیر خوشحالت سره راغلو او ډیر ښه راغلو او په تکلیف سوي نه یو. برنامه خالی پیشوری ارګ است و آمدن ما مردم هم په این منظور است که در کمپین داکتر اشرف غنی و امرالله صالح. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید هیچ نامزد در قانون انتخابات استثنا نیست و تخطی های همه نامزدان یکسان بررسی می شود. کاندید صاحبای محترم، با حفظ احترام که به همه شان، ما یکسان برخورد می کنیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی هر آن شخصی که کاندید باشه و مرتکب تخلف یا تخطی شوه، ما مطابق به قانون، در روشنایی قانون با اونا برخورد می کنیم. آقای غنی در ارگ از هواداران خود می خواهد تا کرسی ریاست جمهوری وی را همراهی کنند. وی در هفتم میزان یعنی فردای روز رایدهی برنامه های تازه روند صلح را آغاز می کند. منظم پروگرام لرو تاسش بگم دی میزان بریالایی که اوم دی میزان که وزبیاد سول گرنده او بیرنه حرکت پایل کم. آقای غنی در جمع هوادارانش با کنایه برقیب اصلی خود سلام فرستاد و در ضمن گفت خواست خداوند بود است که نشان انتخاباتی دستی دولتساز قرآن شریف باشد. خط وی راه قرآن است و خداوند او را در این راه یاری می کند. جناب رئیس جمهور بفرمایید. در این برنامه انتخابات 98 آقایان نصرالله مصدق سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و ضیا احمد ورسجی سخنگوی دسته انتخاباتی دولتساز در استودیو با ما هستند. جناب وایس ناصری، آگاه سیاسی، از طریق اسکایپ یا ویدیو کانفرانس از آلمان تا دقایق دیگر با ما خواهند پیوست. اما خوش آمدید میگم میمونون را در استودیو بودیم. آقای وریماج که امروز شما دیدید، بسیار تشکر. انشاءالله برمیگردیم و شما. حالا آقای وریماج هیچ وظیفه ای ندارند، در حکومت قبلا داشتند. برمیگردیم به شما. اجازه بدین که جناب ناصری را داریم از آلمان. خسته نباشین ناصری صاحب. آنچه که جریان داره در افغانستان در حد کارزار انتخاباتی از سوی دسته های مختلف انتخاباتی، مطمئنا این را زیر نظر دارین شما، چگونه ارزیابیش میکنین و اینا چه کار میکنن؟
آریان صاحب گرامی، با عرض سلام و ادب خدمت حضور شما میمانان عزیز در برنامه و همچنان بیننده هایتان ملت شریف افغانستان، همکاران تکنیکی شما. ببینین دمی درست پیشتر آقای اشرف غنی با نیامدن به مناظره و حاضر نشدن به مناظره و او هم به شکلی که در دقیقه به اصطلاح آقای فیاض در دقیقه 99 که حتی 90 نه که 99 یعنی چند دقیقه قبل از آغاز برنامه را کنسل کرد، یک سیلی محکم بروی آزادی مطبوعات، بروی رسانه ها، بروی به حساب انتظارات ملت افغانستان و خلاصه امی پروسه شفاف انتخابات که یک پروسه ملی هست بود. در جهان همچون واقعی هرگز اتفاق نفتاده و واقعا همه را متعجب ساخت. امروز آقای اشرف غنی پابند به هیچ اصول و هیچ قواعد بازی دیگر نیست، بیباکانه و به حساب مترکایی به شکل بسیار سرسام‌آور با استفاده به حساب علنی و آشکارا از تمام امکانات دولتی امروز یک بار دیگه ثابت کرد که با دعوت و کمپاین انتخاباتی در داخل محوطه هر همه قواعد بازی را زیر پا گذاشته و متاسفانه تیم دولت ساز و تیم آقای اشرف غنی به شدت کار میکنند که در به قدرت بانند و به هر شکلی که میشه امو به حساب با تجارب تلخی که از گذشته ها وجود داره اینا به هر شکل به هر قیمت به هر عنوان میخواین قدرت افغانستان به دست خود بگیرن. سایر دسته ها چی؟ دسته های دیگه اونقدر در دولت از جمله ثبات همگرایی که رئیس اجرایی رهبریش میکنه. ثبات همگرایی در 5 سال یک تیم بسیار ضعیف و تیم پسیف بود. آقای دکتر عبدالله نتونست که به حساب توقعات را که از او بود برآورده بسازه، از متحدین خود دفاع کنه. وزیر خارجه چندین سال است که به شکل به حساب موقت و به شکل سرپرست در قدرت است. در هیچ سفر خارجی وزیر خارجه وجود نداره. در ملاقات هایی که کشورهای بزرگ جهان و یا اینا میان وزیر خارجه اصلا دفکتو از قدرت برکنار شده و صحنه کشیده شده و قدرت مربوط هر کس و تیم هر کس و تا اداره وزارت خارجه و اینا را هم غیر مستقیم ارگ اداره میکنه. به هر صورت آقای دکتر عبدالله نه از متحدین خود تانست دفاع کنه و نه اما چیزی را که برش 50% میگفتن به دست آورد. حتی آقای اشرف غنی به اندازه پیش رفت که آقای حاجی محمد محقق به خاطر از اینکه در تیم های انتخاباتی اشتراک کردی از اداره به حساب دولت خارج ساخت و گفت که از ریاست اجرایه یا معاونیت ریاست اجرایه برکنار است و همچنان در شورای امنیت دیگه اجازه نداره که اشتراک کنه. و ما دیدیم که آقای دانش که معاون خودش است هم در تیم خود کاندید کرده من حیث معاون دوم او در وظیفه خود انجام میده. به هر صورت اختیارات و امو اقدامات و تصامیمی که ارک میگیره و آقای اشرف غنی میگیره پابند به هیچ اصول قوانین افغانستان نیست، قوانین اخلاقی و به حساب امو اصول قواعد بازی نیست. متاسفانه سیاسیون دیگه، نامزدهای انتخاباتی، همچنان رسانه ها و احزاب سیاسی در افغانستان در یک سردرگمی قرار دارند. ماها اینا انتظار آمدن صلح داشتن و پیمان صلح داشتن، انتخابات قربانی به حساب امی خواسته ها و پروسی صلح شد و امروز که در دقیقه 90 است و روزهای آخر انتخابات است ما میبینیم که از 16 تیم انتخاباتی اصلا کدام صدا و کدام حرکتی را نمیبینیم. فقط این مورد هم خواهیم پرداخت جناب ناصری، اما اینجا ما کمیسیونی داریم به نام شکایت های انتخاباتی، کمیسیونی که حالا مستقل هست. این کمیسیون چقدر مستقلانه عمل کرده تا کنون؟ اگر امروز امی حرکت را که آقای دکتر اشرف غنی کرد باید از ما و شما کده فریاد و اعلامی اول باید از طرف کمیسیون می آمد. تا حال از کمیسیون هیچی شنیده نشد. جناب ورسجی میگن حالا اون محوطه ارگ نیست. خب اینا شعار میتن، یعنی ملت افغانستان نمیفهم که اینا چقدر میخواین به فریبندی. روز آقای اشرف غنی در یک محوطه نظامی جلسه دایر کرد و امو انتحاری هم در خارج از محوطه خود منفجر ساخت و متاسفانه بدبختانه از هر حالت استفاده ابزاری میشه و ملت افغانستان سردرگم شده. سیاسیون ما متاسفانه از هر چیز استفاده میکنن، از هر استفاده میشه و اینا میگن که این محوطه هر نیست و این خارج هر کس و هر جای دیگه. همین چهار دیوالی را که ما شما میبینیم در طول تاریخ، در طول
ده و صدها سال ملت افغانستان او را من حیث ارک شناختن، این که بازی تقسیمات شده که یک قسمتش اجرایه باشه و قسمت اداره امور باشه، این را به مردم افغانستان در خارج هر هیچ ارزش نداره. معاوته محافظت شده و شدید محافظت شده هست که در اونجا اشرف غنی از او استفاده کرد. متاسفانه نه تنها از او استفاده میکنن، بلکه از تغییرات و تبدیلاتی که انجام میدن. دیروز پارلمان افغانستان شورای ملی اعلان کرد که اداری را که به نام وزارت دولت در امور صلح ساختش مطلقاً غیر قانونی هست و بودجه از او از بودجه کد 91 و 92 داده میشه و برایشان به حساب اختیارات داده شده، در حالی که این مورد قانونی است. قطعاً 6 اداری را که در اواخر آقای اشرف غنی ایجاد کرده و از بدنه وزارت‌های مختلف قسمت‌های از ادارات و ریاست‌ها را خارج کرده، قطعاً این قانونی نیست. اینا کلش رشوت‌های سیاسی است، کلش کمپین‌های انتخاباتی است و از امی پروسه استفاده میشه، از امکانات دولت استفاده میشه آقای داریان. بسیار تشکر. ورسجی صاحب تا دقایق دیگر به این پرسش‌ها پشت سر هم پاسخ بدین. اگر او محوطه ارک نیست، پس کجاست؟ جناب ناصری اشاره میکنن، جناب مصدق اشاره میکنن و مطمئنن در اوج شهروندی به صورت عادی رفته نمیتونه. چندی قبل یکی دو هفته پیشتر ما قرار بود برنامه ای داشته باشیم و ضبط کنیم بعضی تصاویر را، یک ساعت منتظر ماندیم تا که ما اجازه ورود یافتیم. اما در یک محوطه نظامی زمانی که کارزار برگزار میشه و مردم دعوت میشن یعنی چی؟ برمیگردیم. اما اجازه بدین که جناب ناصری را باز هم داشته باشیم. ناصری صاحب، فکر میکنین با این وضعیت انتخابات در افغانستان برگزار شوه؟ آنچه را که امروز آقای حکمتیار تاکید میکنه، میگه اگر شفافیت انتخابات تضمین نشه و واقعا شفاف برگزار نشه، ما در برابرش میستیم. سایر تکت ها فکر میکنین چقدر این مورد را در برابر بحث انتخابات خواهند ایستاد؟ بله، من در ارتباط به سوال شما یک لحظه مکس میکنم و میخوایم بگم که در 1994 ما من حیث خبرنگار به تایی گزارش به افغانستان آمده بودم و دو بار به خاطر تایی گزارش به داخل محوطه حرک رفتیم و به ساعتها در اونجا بودیم. در اون زمان جنگ های داخلی بود و در اون زمان به اصلاح امی حالت بسیار بورانی بود و ما 18 ساعت از افغانستان از کابل فیلمبرداری کردیم و با تمام رهبران سیاسی و نظامی که در کابل بودن اون زمان مصاحبه کردیم. به هر صورت من حرک بسیار خوب میشناسم و میدانم که محوطه هر کجا هست و از کجا تا کجا هرگ است. متاسفانه از محوطه ارگ امروز استفاده سیاسی شد و این دوستا به چشم ملت خاک نزنند. تعریفی که از جمهوریت دوستای ما دارن، جمهوریت یعنی اشتراک مردم در نظام است، ولی وقتی که در جمهوریتی را که ما امروز از او یاد میکنیم که معاون حول سالهاست از قدرت به حساب دور است و رابطه رئیس جمهور با وزیر خارجیش تیره و تار است و با ماها یکی دیگر را نمیبینند، در جمهوریتی که به حساب رابطه رئیس جمهور با رئیس اجرایه وخیم است و در میان یک دیوار با ماها یکی دیگر را نمیبینند، وزرای افغانستان در 5 سال بیشترین وزرا به شکل سرپرست اداره شد، در جمهوریتی که انتخابات پارلمانی برای 3 سال به تعویق افتاد و نتیجه از او برای 7 ماه اعلان نشد و با افتضاح اعلان شد، بعدها مثال دیگه دارم، نمیخوایم وقت برنامه رو بگیریم. دوست عزیزی که امروز از تیم دولتساز دفاع میکنن و یک از منتقدین دیروزش بودن، متاسفانه به خاطر عقده‌کشایی ها، به خاطر انتقام گیری های سیاسی، بعضی کسا موازی سیاسی خود را تغییر میتن، ولی ملت افغانستان هوشیار و بیدار است. اما سوال من از سوال شما است که آقای حکمتیار تهدید میکنه، آقای داکر عبدالله تهدید میکنه، ولی مسعود امروز تهدید کرد. من میگم این دوستان ما در 9 روز دیگه که مانده به جای تهدید عمل کنن. اگر کدام عکس العمل جدی سیاسی دارن که جلوی تقلب بگیرن و میگن که ما نافرمانی های به حساب مدنی میکنیم یا احتجاجات میکنیم یا توحید صفوف میکنن، هر کاری که کنن باید جلوی استبداد، ظلم، جلوی استفاده از قدرت و آمدن یک نظام تکروانه و خودخواهانه گرفته شود. حالا خودم این اصطلاح هم مشکل داره، بحث نافرمانی مدنی. در بحث مدنیت هم تظاهرات است، اما این بحث نافرمانی مدنی خود زیر پرسش میره. بفرمایید. ما عملی را که اگر از طریق رسانه باشه، از طریق مطبوعات باشه، اگر سیاسیون ما باشن، اگر احزاب سیاسی باشه، اینا باید جلوی
افتضاح و جلوه بوران عظیمی را که بعد از انتخابات در افغانستان میایه، پیش از وقوع واقعه باید اینا چاره را کنن و الا ما بر شما اطمینان میتونم که اگر به این منوال حالت پیش بره و نتایج انتخابات در افغانستان به بوران بره و به چالش کشیده شود، افغانستان دچار یک بوران عظیم میشه. فعلا در افغانستان همیت بر هم خورده. دوست عزیز ما گفتند که ما از پیشرفت‌ها در بدخشان میگیم، ولی امروز کابل تاریک است، 11 ولایت افغانستان تاریک است. طالب‌ها قدرت خود را در میدان جنگ در بسیاری جایا بر از اینا نشان داد. متاسفانه ایلا کردن و رها کردن 900 طالب توسط آقای غنی شد. اگر اینا طالب‌ها با اینا مذاکره میکردن در ابوظبی، شما به خاطر دارین که در عقب درهای بسته رئیس شورای امنیت ملی و مشاور امنیت ملی آقای غنی انتظار مذاکره با طالب‌ها را داشت. به هر صورت سفری را که به کم دیوید صورت نگرفت. اگر صورت می‌گرفت آقای غنی مستقیما با طالب‌ها می‌دید و تفاهم ایجاد می‌شد. به هر صورت اینا تلاش می‌کنن به خاطر قدرت باقی ماندن در قدرت از هر وسیله استفاده کنن، ولی ملت افغانستان متحد باشن حرکت کنن. جناب ناصری، حالا یک بحث دیگر هم آقای نبیل مطرح کردن، این که انتخابات افغانستان و آنچه را که تیم‌های که بیشتر رئیس اجرایی و رئیس حکومت افغانستان یا رئیس جمهور مخاطبشان هست، اینا میگن بیشتر انتخابات را قومی ساختن و این میتونه کشور را به بحران ببره. موافق این بحثشان هستین؟ خیلی کوتاه. فعلا من به این نظر نیستم که انتخابات قومی شده باشه. اگر آقای صالح در کانال غنی هست، ما میبینیم که آقای دکتر سب احدی در کنار دکتر سب عبدالله هست و همچنان آقای حکمتیار، حرکتی را که میکنه قومی نیست بلکه زیادتر ایدئولوژیک است، فکری است، سیاسی است. ما به نظر آقای نبیل موافق نیستم. آقای نبیل هم انتقاد میکنن، حمل ما میخوایم ببینم. برای جلوگیری از تقلب باید آقای آریان حرکت صورت بگیره، افشاگری ها صورت بگیره. همین نسخه تان مشخصا چی است که باز جنبندی کنیم با دوستای دیگه؟ حرکت سیاسی است که امیم نامزادهای انتخاباتی باید احتجاج عمیق خود را در مطبوعات و در رسانه ها و در حضور ملت افغانستان پرتن، به کمیسیون شکایت انتخابات از امیال فشار بیارن. کاری را که امروز آقای غنی کرد باید عکس العملش فورا و آنند دیده شود که چرا در ارگ اینا اجتماع کردن، چرا دیروز در یک مرکز نظامی اجتماع کردن. جلوگیری از همچون وقایعی باید صورت بگیره که دیگه صورت نگیره، احتجاج صورت بگیره. به هر صورت اگر امکان نباشه، تهدید به عدم اشتراک در انتخابات یک گزینه هست و فشار آوردن سر یوناما و ملل متحد که کمک کردن، از هر طریقی که میشه باید جلو آمدن یک تقلب وسیع و کمرشکن در افغانستان بگیرن اینا. بسیار تشکر.